بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، دوستان عزیز، شاگردان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درسها برای شما عزیزان مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف هفتم به ادامه درسهای قبلی تحت عنوان زوایای متبادله داخلی و خارجی. عنوان درس: زوایای متبادله داخلی و خارجی. این دو سایز ای عنوان درس. بین که این زوایا را بشناسیم، اول زاویه متبادله چی مانا و داخلی و خارجی چی مانا، یعنی قبل از اینکه درس شروع کنیم تا یک باری رو بفهمیم متبادله چی مانا و بالاخره داخلی و خارجی چی است. یک دفعه به یک رسم سعی کنیم دوست عزیز. اگر ما دو خط موازی داشته باشیم، به شکل دو خط موازی، این دو خط موازی و توسط یک قاطی قطع شده باشه، یا هم یک قاطی نام میمونیم این خطا را، یک خط نامش میمونیم ای بی، خط دیگر نامش میمونیم سی دی، قاطی را نامش میمونیم اکس وای. سه کنین چی زوایایی را میسازه؟ این زاویه را شما ببینین، امرای این از این زاویه، و بالاخره این زاویه را ببینین، امرای این زاویه، و این زاویه را ببینین، امرای این زاویه. خب دوست عزیز، اول اینمی زاویه، امرای این زاویه که راسهایشان، این راسی از یاست، راسهایشان مشترک نباشن، نام میمانیم میاره خیر است. این را میگیم زاویه یک، این را میگیم زاویه دو، ای را میگیریم زاویه سی، ای را میگیریم زاویه چار، ای پنج و یا زاویه شش. خوب سعی کنین، زاویه یک امرای زاویه دو، زاویه یک و زاویه دو متبادل است، متبادله داخلی، متبادله داخلی. یعنی چی؟ یعنی زوایایی که راسهایشان متفاوت، یکیش یک طرف قاطی، دیگهش دیگه طرف قاطع قرار داشته باشه، او زوایا را متبادله میگن. انشاءالله درک کردین زوایای متبادله کدام زاویه است. زاویایی است که راسهایش متفاوت. راسها چی؟ متفاوت. سه که راس از اینجا است، از این زاویه، از این اینجا. یکیش یک طرف قاطع، این زاویه یک، و زاویه دو دیگه طرف قاطع است. این زوایای متبادله است. کلمه داخلی به خاطری که در بین این دو خط یا در داخل دو خط موازی قرار دارن، از او خاطر کلمه چی را ذکر کردن؟ داخلی را. اینال خارجیش را سعی کنین، زاویه سه را ببینین امرای زاویه چار، زاویه سه و چار متبادله اند، متبادله اند، ولی خارجی، متبادله خارجی، متبادله اند ولی خارجی، متبادله به خاطری که راست از این را سعی کنین امرای راست زاویه سه را سکنین از زاویه چهار، این زاویه چهار است، این زاویه زاویه سه است. راسه ها متفاوت، یکیشان یک طرف قاطی، دیگهش دیگه طرف قاطی، متبادل است. خارجی چرا؟ که اینی دو خط موازی است، اینا در خارج این دو خط موازی قرار داره، در بالا و پایینش. خط موازی خو اینی داخلش خونه متبادلی داخلی بود، یا در خارج دو خط موازی چی قرار دارن؟ یا زاویه پنج و شش، زاویه پنج و زاویه شش متبادله هستن، اما متبادله چی؟ خارجی. چرا؟ بازم میگم براتون، به خاطر اینی زاویه امرای اینی زاویه متبادله هست، به خاطر که یکیش یک طرف قاطی است، دیگهش دیگه طرف قاطی، زاویه پنج این طرف است، اینی زاویه پنج است، در حالی که زاویه شش این طرف قاطی است. یک، راسهای اردویشان هم متفاوت، اما اردوی زی
خارج دو خط موازی قرار دارد. از این خاطر متبادله چی میگیم؟ خارجی. به این ترتیب دوستای عزیز فکر کنم که زوایای متبادله داخلی و متبادله خارجی را فهمیدین، هم مفهوم متبادله را فهمیدین و هم داخلی و خارجیش. متبادله کدام دو زاویه است؟ اون زوایه است دوستای عزیز متبادله که راستهایشان مشترک نباشه. یک، دو، یکیش به یک طرف قاطع باشه، دیگهش به دیگه طرف قاطع باشه و داخلیش اوست که در بین دو خط موازی قرار بگیره و خارجیش که خارج از این دو خط موازی زوایا تشکیل شه. انشاءالله این گپ فهمیدین. میمانم موضوع ایزی که زوایای متبادله داخلی با همدیگه مساوی هستن، یعنی ما میگیم مساوی هستن. چطور امیر میتونیم ثابت کنیم؟ خب سعی کنیم. اگر ما دو خط موازی را باز در نظر بگیریم به این شکل، یک خط و خط دیگه، دو خط موازی را اگر در نظر بگیریم به این شکل، خب دوست عزیز دو خط موازی، این دو خط موازی رو شما در نظر بگیرین، ببینین که این دو خط با هم موازی توسط یک قاطع قطع شده، یعنی یک قاطع به این شکل میگیریم. خب زوایای متبادلشان کدام است؟ این زاویه امرای این زاویه، متوجه هستیم؟ این زاویه هم رای زاویه. میگن که اینمی دو تا زاویه با هم مساوی هستن، اینمی زاویه هم رای زاویه. مثلا این زاویه یک بگیریم، این زاویه دو، اینا با هم مساوی هستن، زاویه یک مساوی با زاویه دو. متبادله داخلی، متبادله داخلی، متبادله که گفتیم راستهایشان متفاوت، یکیش یک طرف قاطع، دیگهش دیگه طرف قاطع، اینی متبادله با هم مساوی هستن. دلیل اینا رو چطور ثبوت میکنیم که همین دوتا با هم مساوی هستن؟ سعی کنین اینا رو دوستای عزیز. خواه اینا میجا یک مثلث رسم میکنیم، اگرچه بسیار خرد ما انشاءالله که درک خواد کردیم به خاطر ازی که دیگه چاره نداره. اینجا یک خط عمود رسم میکنیم، نه به این شکل. دیدین دو تا مثلث پیدا میشه، درست؟ این زاویه مثلث امرا این زاویه مثلث مساوی، چرا؟ مقابل برس. این زاویه امرا این زاویه مساوی، چرا؟ ارزش عمود یا 90 درجه. خود دو زاویه که با هم مساوی شد، زاویه سیومی دو مثلث هم با هم چی میشن؟ مساوی ثابت میشن. دیدین دوست عزیز یک ذره رسم خود است، جای خود است و ساحه دیگه چاره نداره، ولی درک کردیم خط عمودی که رسم کردیم دو تا مثلث ریزگر ریزگر پیدا شد. ای زاویه امرو ای زاویه مساوی، دلیل مقابل برس. عمود که رسم کردیم یام از این 90 درجه از یام 90 درجه، خود دو تای شان که مساوی شد، دو زاویه یک مثلث، زاویه سیومی شام یام که از این مساوی میشه، اینا رو یه زاویه کمره از این مساوی شوه چی هستن؟ متبادله هستن. پس ثابت میشه که زوایای متبادله با هم مساوی هستن. دوستای عزیز انشالله که ایرام درک کردین. خب پس بالاخره بیاییم که ما و شما چی کار کنیم؟ یک مثال هم کار کنیم که دیگه دوستای عزیز ما ایره درک کنن. خب میگیریم دوتا خط به حساب موازی، یک خط دوستای عزیز و یا خط دیگه موازی و توسط یک قاطع هم قطع به این شکل، توسط یک قاطع چی؟ قطع. زوایای متبادله که ساختن کدام زاویه بود؟ این زاویه و این زاویه. اینا اگر این را می شمالیم زاویه یک مساوی با زاویه دو، در رسم برای ما فرض میکنیم یکش قیمت میتن، اینی رو دوستای عزیز برای ما قیمت میده 60 درجه. چند درجه؟ 60 درجه. زاویه دو چند درجه است؟
ایره دوستای عزیز متوجه سین و بالاخره این فرض کنیم این زاویه را بخوای زاویه سی ایران پیدا کنیم که چند درجه است. انشاءالله درک کنیم. خب دو تا خط است، خط دی یک خط دی دو، توسط قاطی چی قطع شد؟ اکس وای. این دو خط مابین خود چی سن؟ موازی. دی یک موازی است با دی دو، توسط قاطی اکس وای قطع شد، زوایای متبادله جور کرد. زاویه یک مساوی است با زاویه دو، زاویه یک مساوی است با دو. چرا؟ متبادل است. چی معنی متبادله؟ براتون گفتم متبادله او زوایایی را میگه که راسهایشان مشترک نباشه، یک یکیش یک طرف قاطی باشه دیگهش دیگه طرف قاطی. و ثابت هم کردیم که زاویه متبادله با هم مساوی است. پس وقتی که زاویه یک 60 درجه است، پس حتما دوستای عزیز زاویه دو هم 60 درجه است، چرا که مابین خود چی هستن؟ این دوتا متبادله هستن. میمانه اینی زاویه سه، زاویه دو هم رای زاویه سه اینا با یک طرف خط قرار داده. با یک طرف خط دوستای عزیز چند درجه است؟ 180 درجه. وقتی که 60 شی طرف باشه این طرف دیگه چند دیگهش باقی میمانه از 180 که کم کنیم؟ پس زاویه سه از 180 که 60 کم کنیم 120 درجه است. پس زاویه سه هم دوستای عزیز چند درجه میشه؟ 120 درجه. به همین شکل ده ها سوال از زوایای مختلفی که توسط دو خط موازی و یک قاطی رسم میشن ما میتونیم پیدا کنیم. ایره انشالله در تمرینی که بعد از این میه در اون تمرین 3-4 سوال وجود داره، من کلش رو براتون حل میکنم و چیز زوایایی که ساخته میشه توسط دو خط موازی و توسط یک قاطی که قطع شود چند زاویه ساخته میشن، تمام زوایا رو براتون نشانی میکنیم، نامشون میگیم و بالاخره سوالاتشون کار میکنیم. اینو میگذاریم میشه برای درس آینده. حالا برای شما یک سوال ها مطرح میکنیم. شما دوستای عزیز اول زوایای متبادله، زوایای متبادله داخلی و خارجی را تعریف و در رسم نشان دهید. این دو سایزیست این درس امروزتان. انشالله که از ما تعریف های زوایای متبادله رو گرفتین و بالاخره رسمشم میتونین. تشکر از توجهتون. تا ساعتی دیگه که در خدمتتون قرار بگیریم شما را به خداوند یکتایی بی همتا مسپاریم.